اسرائیل، سر مار در ایران است. برنامه قطع کردن سر مار است. امیر طاهری فاتحی رژیم خامنه‌ای را خواند. این نظام ضد ایرانی دیگر کار نمی کند. آساشیتد پرس، دقت موشک های جمهوری اسلامی از آنچه ادعا می کنند بسیار کمتر است. واریز مبلغ ناچیز و تحقیرآمیز 1,600,000 تومان به حساب پرستاران. درود بر شما پاسداران شرف و افتخار میهن، شما که مشعل روشنایی و امید را در تاریکی به دست دارید. به ایران دیلی خوش آمدید. وزیر خارجه اسرائیل در پی تایید قتل 6 گروگان اسرائیلی در غزه، در نامه‌ای به سفرای اسرائیل در سراسر جهان از آنها خواست تا با مقام‌های ارشد خارجی دیدار کنند و خواستار تحریم رژیم ایران شوند. این مقام اسرائیلی گفت اعدام عبور از خط قرمز است. یک جنایت جنگی تکان دهنده توسط یک سازمان تروریستی قاتل است. رژیم ایران سر مار است. آنها حامیان نیابتی خود یعنی حماس و جهاد اسلامی را در نوار غزه تامین مالی، آموزش، تسلیح و هدایت می کنند. در حالی که نخست وزیر اسرائیل تصمیم انگلیس برای لغو مجوز صادرات تسلیحات به اسرائیل را شرم‌آور خواند که منجر به تقویت حماس خواهد شد، یک مقام انگلیسی گفت امنیت اسرائیل به رغم تعلیق صادرات یک سری اقلام تسلیحاتی تضعیف نخواهد شد. وزیر دفاع انگلیس در جریان صحبت با همتای اسرائیلی خود تاکید کرد که اسرائیل از حمایت بیچون و چرای ما برخوردار است و تصمیم لندن در تعلیق صادرات یک سری از تسلیحات باعث تضعیف امنیت اسرائیل نمی شود. در همین حال منشا امیر، تحلیلگر و کارشناس مسائل خاورمیانه در اسرائیل، به رادیو فرانسه گفت آمریکا و کشورهای اروپایی عاقبت باید به این نتیجه برسند که دست یاری به مردم ایران بدهند و در هر زمینه ای از آنان حمایت کنند تا حکومت ملا ساقط شود، و وقتی که این امر صورت گرفت خاورمیانه روی صلح و آرامش را خواهد دید. جنگ‌های منطقه‌ای خاتمه خواهند یافت. غرب و آمریکا نیز نفس راحت خواهند کشید و چین و روسیه نیز در جنگ سردی که با دنیای غرب آغاز کردند تضعیف خواهند شد. این تنها راه حلی است که به گمان من می‌تواند مشکل خاورمیانه را حل کند. بامداد امروز 2 تن از مزدوران محلی اطلاعات سپاه توسط افراد مسلح در شهرستان تفتان مورد حمله قرار گرفتند. افراد مسلح خودروی شخصی ممتاز شیرزی، مزدور بومی اطلاعات سپاه در محور زاهدان بخاش و حد فاصل اسکله آباد مورد هدف قرار دادند. این مزدور با اصابت چند گلوله در دم به هلاکت رسید و نفر دوم نیز به شدت مجروح شده است. امیر طاهری فاتحه رژیم خامنه‌ای را خواند. این نظام ضد ایرانی دیگر کار نمی‌کند. امیر طاهری با اشاره به شرایط بد ایران می‌گوید این نظام دیگر کار نمی‌کند و تقصیر کسی هم نیست. این نظام مندرآوردی به دست شخص خمینی که اطلاعی از دنیای امروز و سیاست نداشت ساخته شد. او با ادبیات، فرهنگ و تمدن خسروانی ایران دشمن بود. معلوم است که چنین نظامی از او حاصل می شود. این تحلیلگر مسائل بین الملل می افزاید افراد برتر از ایران خارج می شوند و نمی روند وزیر شوند. حتی 15,000 تن از فرزندان مقام های رژیم خارج از کشور هستند و حاضر به بازگشت نیستند. بنابراین جمهوری اسلامی در بحث سربازگیری محدودیت دارد. تقریبا همه وزیران کنونی هم که رأی آوردند سابقه امنیتی دارند و هیچ دستاورد یا نقطه درخشانی در کارنامه خود ندارند. سلیمانی میلیاردها دلار پول ما رو به باد داد، گروه‌های نیابتی درست کرد و بهشون وعده داد که اگر مثلا نتونستین در این محل بمونین بیاین به ایران، ما بهتون زمین میدیم و کار میدیم و ملیت ایرانی میدیم. نظر من آمریکا اشتباه میکنه که بخواد سرنوشت حضور خودش رو به عنوان یک قدرت تعیین کننده در خاورمیانه منوط بکنه به لطف جمهوری اسلامی. اینچنون این گروه مافیایی اقتصاد ایران، هنر ایران، دانشگاه‌های ایران، همه جا رو در انحصار خودشون قرار گرفتن که کسی نمیتونه بیاد واقعا بدرخشه. فراموش نکنیم که
به گزارش بانک جهانی بزرگترین قرار مرزها در تاریخ بشر از ایران رخ داده. بنابراین بهترین میان بیرون، نمیرن وزیر بشن. نبردی که الان در جریان هست بین هشت شعبی و ارتش عراق، این 2 سال پیش دولت عراق یک لایحه رو برد به مجلس و تصویب کرد که نیروهای مسلح عراق فقط باید در چارچوب ارتش باشن و در کنترل مجلس و رئیس جمهوری و نخست وزیر، و خواست که اصحاب اهل الحق، ششت شعبی و چند گروه دیگه ای که شعبه حزب الله مثلا که جمهوری اسلامی و سردار سلیمانی ایجاد کرده بود، اینا اسلحه‌شون رو تحویل بدن. چندین بارم مذاکره شد، صحبت شد، قول دادن، رفت آمد بین تهران و بغداد انجام شد، ولی جمهوری اسلامی یا نخواست یا نتونست این کار بکنه. حالا به نظر میرسه که حتی شهرام تصمیم گرفته که اینا رو بکوبه و خل سلاحشون بکنه، ولی اینا با حمایت جمهوری اسلامی و سپاه قدس اصلا وارد میدون شده بودن. اسلحه‌شون رو جمهوری اسلامی میده، پولشون هم جمهوری اسلامی میده. آیا جمهوری اسلامی الان آماده است که برای حفظ این گروه های نیابتی که داره با خود ارتش عراق وارد جنگ بشه یا نه؟ یعنی میدونید جمهوری اسلامی در مسیرهای خطرناک بسیاری قرار گرفته در حال حاضر، و الان واقعا من نمیدونم اصلا قوه تشخیص و تمییز در تهران وجود داره که بفهمن لاقل برای حفظ خودشون کارهای اشتباه نکنن. این وضع بسیار وخیمی هستش. سلیمانی اشتباه بزرگ و پرخرجی کرد برای ایران، میلیاردها دلار پول ما رو به باد داد، گروه های نیابتی درست کرد و بهشون وعده داد که اگر مثلا نتونستین در این محل بمونین بیاین به ایران، ما بهتون زمین میدیم و کار میدیم و ملیت ایرانی میدیم. این در حدود 200,000 مزدور هستن در عراق، در سوریه، در لبنان، اینا همه میان یه موقعی خلاصه میگن که به ما قول دادین قولتون به قولتون وفا بکنیم. یه موزل بسیار بزرگی است، نه تنها برای رژیم کنونی بلکه برای رژیم آینده ایران. هر رژیم باشه شما چیکار میخواید بکنید؟ مزدوران خلیفه اسلامی بودن، بعد خودشون آمدن قدرت رو به دست گرفتن. جمهوری اسلامی که آقای خمینی درست کرد از نظر خودش هم در نهایت کم عقلی اداره شده و هنوز هم در نهایت کم عقلی اداره میشه. البته من فکر می‌کنم این صحبت آقای پزشکیان تحول مثبتیه، برای اینکه چیزی که ایرانی ها از 45 سال پیش میدونستن حالا دیگه رسما تایید شده. یعنی این البته میدونی لغت جمهوری مثل دموکراسی اینا لغات بی‌معنایی هستن، چون به هر چیزی اطلاق میشن. یعنی کره شمالی هم جمهوریه، خودش رو اعلام میکنه دموکراتیک، هم خودش اعلام میکنه الجزایر هم جمهوری دموکراتیکه. بنابراین اگه فاش بشه که این لغات بی‌معنی هن، این خودش خیلی چیز خوبیه. بنابراین الان میفهمیم که آنچه در ایران الان داریم یا سر کار هستش جمهوری نیست، مردم سالاری دینی هم نیست به قول آقای خاتمی، بلکه یک رژیم استبدادی یا تورانی به قول مثلا در اساطیر ایرانی که استبدادش متکی است به ادعای چطور بگم حکومت از طرف امام زمان است. این یه چیز به نظر من مثبتیه. از این به بعد دیگه همه باید بپذیرند که رأی دادن یا ندادن فرقی نمی کنه و این رژیم قابل اصلاح نیست. یعنی چیزیست که سالهاست بسیاری از مخالفان این رژیم میگن در انتخابات شرکت نکنیم، یعنی انتخابات به اصطلاح کاملا بی‌معنی هستش، یه رژیم تورانی هستش. این رژیم تورانی باید سرنگون بشه تا یه رژیم ایرانی بتونه جاشو بگیره. به نظر من این تحول مثبتی هستش. یا چیزی که آقای پزشکیان میگه اگه بخوایم به طور خودمانی بگیم، یه آش کشک خالت بخوری پاته نخوری پاته، همین نیست که هست. بنابراین واقعیت رو بهتون نشون میده و همیشه واقعیت هر چقدر هم زشت باشه
بهتر از دروغه که هرچه زیبا هم باشه. بنابراین این چیز خوبی است. ولی دیدم که امروز جالب وزیر میراث فرهنگی یک پیام فرستاده، اگه بخواییم براتون بخونم. میگه که شروع میکنه: السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. در ایام اربعین حسینی، میگه که این اولین اشتباهش، برای که اربعین حسینی ایام نیست، یه دونه یوم هست، روز چهلوم هست. در ایام اربعین حسینی و با طلب یاری از پروردگار متعال، دست خیش را به سوی تک تک اینه، حالا خوب نگاه کنید، دلدادگان تمدن، فرهنگ و هنر ایران زمین دراز می کنم و همگان را با اینم دقت کنید، به وفاق برای ایران عزیز ما دعوت می کنم. آخه این متوجه نیست که با این عربی هایی که برخور کرده و بعد امضا کرده، السید رضا صالحی الامیری، این فرهنگ و تمدن ایرانی. شما اگه جرأت میکنین، اگه میخواین فرهنگ و تمدن ایرانی داشته باشین، یه دونه خیابون، حالا نمیخوام بگم به اسم کوروش کبیر بذارین، یه دونه خیابون به اسم ایرج میرزا جلالی، شاعر بزرگ غرب پیشین ما بذارین. نمیخواین به آخونده یه خیابون به اسم آیت الله بهبهانی بزنیم که طرفدار ماشون. بین این آخه چقدر آدم ممکنه دروغ بگه؟ یعنی واقعا من نمیدم اینا چه از چه روانشناسی برخوردارن. فکر میکنم مردم ایران احمد، واقعا نمیدم اینا از کجا اومدن و کجا میخوان برن. بنابراین نمیدم، این یادتون هست که این لغت وفاق رو در یکی از صحبت قبلی بود به کار بودیم که موت شده، که از شعر اصیلالدین احسیکتی بود که بین من و تو اگر رفاق افتد، نیکه از سراچه اتفاق افتد، مگذار که شو به یه شناویزک در صومعه آتش نفاق افتد. این حالا یه موت شده، ولی نمیفهم اصلا معنیش چیه. این چون بعد شعر میره تا میرسه به رفاق، یعنی میرسیم به رفاقت. ما میتونیم با اینا رفاقت بکنیم؟ واقعا میتونیم؟ من که فکر نمی کنم. آساشیتد پرس، دقت موشک های جمهوری اسلامی از آنچه ادعا می کنند بسیار کمتر است. اگرچه خطر عملیات تلافی جویانه جمهوری اسلامی به خونخواهی ترور اسماعیل هنیه همچنان اسرائیل را تهدید می کند، اما تحقیقات کارشناسان تسلیحاتی نشان می دهد دقت موشک های بالستیک ساخت جمهوری اسلامی که ادعا می شود بالستیک های نقطه زن هستند از آنچه قبلا تصور می شد بسیار کمتر است. جمهوری اسلامی 25 فروردین ماه 1403 در عملیاتی موسوم به وعده صادق ده‌ها موشک و پهباد به اسرائیل پرتاب کرد. اغلب این موشک‌ها توسط نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و همکاری فرانسه، بریتانیا و اردن پیش از آنکه به گنبد آهنین اسرائیل برسند، در آسمان رهگیری و خنسا شدند. تعدادی از این موشک‌ها نیز پیش از آنکه به هدف اصابت کنند، در مسیر سقوط کردند. خبرگزاری آساشیتد پرس 3 سپتامبر مصادف با 13 شهریور ماه با استناد به نتیجه تحقیقات پژوهشگران مرکز جیمز مارتین برای عدم گسترش تسلیحات کشتار جمعی در مورد میزان تهدیدات بالستیک جمهوری اسلامی گزارش داد. این موشک‌ها دقت ضعیفی دارند. یکی از این موشک‌ها که مورد بررسی قرار گرفت، یک بالستیک از نوع شهاب 3 بود که احتمالاً به سمت پایگاه هوایی نواتیم در حدود 65 کیلومتری جنوب اورشلیم در صحرای نقب پرتاب شده بود. منابع حکومتی مدعی بودند در جریان حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پایگاه نواتیم هدف قرار گرفت و موشک‌ها دقیقاً به اهداف مورد نظر اصابت کردند. اما تحقیقات کارشناسان تسلیحاتی نشان می‌دهد که اگر فرض شود قصد جمهوری اسلامی هدف قرار دادن آشیانه هواپیمای جنگنده F-35 اسرائیل مستقر در این پایگاه بود، موشک حداقل 1200 متر خطا داشته است. کارشناسان بر این باورند که جمهوری اسلامی از موشک اماد برای هدف قرار دادن پایگاه نواتیم استفاده کرده که از نوع بالستیک‌های شهاب 3 هستند که از روی طرح کره شمالی ساخته شدند. کارشناسان قبلا تخمین زده بودند که خطای این موشک 500 متر است. این در شرایطی است که جمهوری اسلامی تبلیغ کرده بود که خطای این موشک فقط 50 متر است. در جریان عملیات وعده صادق همچنین گزارش شده که بیش از 320 موشک و پهپاد به اسرائیل پرتاب شد. آمریکایی‌ها مدعی شدند که 80 پهپاد انتحاری و دستکم 6 موشک بالستیک را سرنگون کردند.
مقامات آمریکایی به آسوشیتد پرس گفتند که بر اساس ارزیابی آنها 50% از موشک‌های جمهوری اسلامی هنگام پرتاب یا قبل از رسیدن به هدف سقوط کردند. این آمار شک و تردیدهای بیشتری را در مورد توانایی‌های زرادخانه موشکی رژیم ایران ایجاد می‌کند. سام لایر، یکی از پژوهشگران مؤسسه جیمز مارتین، به آسوشیتد پرس می‌گوید آن حمله وعده صادق توانایی موشکی حکومت ایران را نشان داد، اما اگر من جای علی خامنه‌ای می‌بودم احتمالاً کمی ناامید می‌شدم. ایران هیچ مرز مشترکی با اسرائیل ندارد و این دو کشور در کمترین فاصله حدود 1000 کیلومتر از هم فاصله دارند. این امر برنامه موشکی ایران را در حمله نظامی مستقیم به موضوعی حیاتی تبدیل می کند. هرچه این فواصل بیشتر باشد، خطا در سیستم هدایت موشک تحت تأثیر عواملی مثل باد و یا پدیده های جوی بیشتر می شود. شبه نظامیان حزب‌الله لبنان و حوثی‌های یمن شرکای جمهوری اسلامی در عملیات علیه اسرائیل هستند. با این حال عملکرد ضعیف جمهوری اسلامی در جریان عملیات وعده صادق و مجموعه خرابکاری هایی که در تأسیسات موشکی جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، سوالات جدی در مورد اینکه آیا تهران می تواند به دقت اهدافی را در چنین فاصله ای مورد حمله قرار دهد مطرح می کند. جمهوری اسلامی از طریق شبکه از رسانه های داخلی و بین المللی در مورد توانایی نظامی خود بزرگ نمایی می کند. پس از عملیات وعده صادق، شبکه الجزیره به نقل از منابع ناشناس گزارش داده بود. در جریان این حمله حداقل 9 موشک بالستیک ایران موفق شد از سیستم پیشرفته دفاع هوایی اسرائیل و آتش متحدان اسرائیل در منطقه عبور کند. طبق این گزارش که تایید یا رد آن به صورت مستقل ممکن نیست، 5 پرتابه به پایگاه هوایی نواتیم اصابت کرد و به یک هواپیمای ترابری 330، یک باند فرودگاه و انبارها آسیب رساند. 4 موشک بالستیک دیگر به پایگاه‌های هوایی نقب اصابت کرد. چنین بزرگنمایی‌هایی در حالی است که اگر واقعاً درست باشند، در پیامد خود به چیزی جز تشدید حملات کوبنده اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و گروه‌های شبه نظامی و تروریستی وابسته به آن منجر نمی‌شود. اگر هم درست نباشند، باز هم نتیجه ناکام برای رژیم ایران به بار می‌آورد. واریز مبلغ ناچیز و تحقیرآمیز 1,600,000 تومان به حساب پرستاران. در حالی که وزیر بهداشت دولت پزشکیان وعده پرداخت معوقات پرستاران را با برداشت از صندوق توسعه ملی داده بود، رقم ناچیز 1,600,000 تومان به حساب پرستاران واریز شد. پرستاران در ایران اعتراضاتی سراسری و یک ماهه را پشت سر گذاشتند. اعتراضاتی که به صورت اعتصاب در شهرهای شیراز و کرج به سرعت در ده‌ها شهر کشور گسترش یافت. با گسترده شدن اعتصابات سراسری پرستاران و اختلال در فعالیت بیمارستان‌های دولتی، محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت دولت مسئول پزشکیان وعده ی حل مشکلات پرستاران را داد. او در ابتدا اعلام کرده بود که مشکل انباشت مطالبات جامعه پرستاری ظرف 2 هفته آینده برطرف می شود. اما یک روز بعد از این وعده عقب نشینی کرده و گفت انتظارات مالی پرستاران را در حد توان کشور پیگیری می کنیم. او با اینکه نخست وعده حل مشکلات طی 2 هفته را داده بود، در اظهارات جدید خود گفت برای ارتقای جایگاه هویتی و حرفه‌ای پرستاران گفتگوهایی را با رئیس جمهور و اعضای دولت آغاز کرده ایم. همزمان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی موافقت کرد که دولت پزشکیان با برداشت از منابع صندوق توسعه ملی بخشی از مشکلات حاد در رابطه با خاص پرستاران را در کنار حل مشکل کمبود دارو و غیره حل کند. مسعود پزشکیان طی 1 هفته جاری در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت در حال حل مشکل فرهنگیان، پرستاران، داروسازان و کشاورزان هستیم. گفتند وارث چیز خوبی شدیم، ولی پول به اندازه کافی نیست. نمی‌خواهیم گله‌ای کنیم، ولی از رهبری اجازه گرفتیم یک مقدار از صندوق توسعه ملی برداریم و یک مقدار از بدهی‌ها را تسویه کنیم. قدردان رهبری هستیم. او افسوده بود که این منبع با اجازه مقام معظم رهبری از محل منابع صندوق توسعه ملی پرداخت به پرستاران، کشاورزان، معلمان و داروی مورد نیاز انجام خواهد شد. بر اساس قانون بودجه دولت باید هر ساله سهمی از صادرات نفت را به طور مستقیم به صندوق توسعه ملی واریز کند. این سهم در لایحه بودجه سال 1403 رقمی معادل 45% تصویب شده بود، اما اکنون در نیمه سال
و با آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان با موافقت علی خامنه‌ای سهم صندوق از درآمد دولت به 20% کاهش یافته تا 25% دیگر به جیب دولت ریخته شود. این موضوع با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصاد سران قوا در روز یکشنبه 11 شهریورما رسمی شد تا بر این اساس رقمی معادل 350 هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی‌های دولت از محل صندوق توسعه ملی هزینه شود. اکنون خبرگزاری ایلنا گزارش داده که وزارت بهداشت به جای پرداخت معوقات پرستاران مبلغ ناچیز 1,600,000 تومان به حساب پرستاران واریز کرده است. یک پرستار در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با بیان اینکه پرداخت این مبالغ ناچیز در جهت آرام کردن پرستاران بوده است، از پرداخت مبلغ 700,000 تومان به عنوان کارانه و تعرفه یک ماهه و 900,000 تومان به عنوان فوق‌العاده خاص انتقاد کرد. این پرستار گفته که در مجموع 1,600,000 تومان به حسابم ریختند. آیا فکر می‌کنند همه مشکلات ما پرستاران با این 1,600,000 تومان حل می‌شود؟ نمی‌خواهند ریشه واقعی مشکلات پرستاران را دریابند و دست به اصلاحات اساسی نمی‌زنند. برداشت دولت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت بخشی از بدهی‌های جاری همه کسری بودجه دولت را جبران نمی‌کند و صرفاً حکم مسکن را دارد. از همراهی شما تا انتهای این برنامه صمیمانه سپاسگزاریم. امیدواریم توانسته باشیم گامی هرچند کوچک در مسیر آگاهی بخشی و آزادی میهنمان از چنگال دیکتاتوری برداریم. برای ادامه این راه نیازمند حمایت شما هستیم. اگر محتوای ما را مفید دانستید، لطفاً با لایک کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها ما را در این مسیر یاری کنید. هر لایک و کامنت شما نوریست در مسیر روشنی که به سوی آزادی ایران عزیزمان میتابد. تا برنامه بعدی، بدرود.